بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان و خدا را شکرگزار هستیم که تا این دم فرصت داد تا روز چهارم ماه پربرکت رمضان هم میزبان باشیم. در خدمت شما عزیزان در برنامه سفره رمضان هستیم و با بسته های معلوماتی و مهمانی که در این برنامه خواهیم داشت. همراهی شما را تا پایان برنامه خواهان هستیم. در نخست یک بسته معلوماتی که توسط همکار خیلی عزیزمون محمد صادق ودان آماده شده در مورد شناسایی کرونا و همچنان راه‌های جلوگیری از کرونا. و هم یک جا می‌بینیم دوباره با شما هستیم با مهمان عزیزمون. څنګه په یوه دقیقه کې د کرونا ویروس له امله سږي التهابي کیږي؟ دا څه ډول ویروس دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دا ویروس د کووید 19 په نامه یاد کړی دی. په عمومي ډول دا ویروس د خورا سختې تنفسي ناروغۍ د سندرون سارس ویروس ته ورته دی، خو په یو ډول نه دی. د ویروس د ککړتیا سرچینه تر اوسه چې پر دغه ویروس د ککړتیا په اړه څېړنې شوي، نو په ډاګه شوي چې پر کرونا اخته ناروغان د دې ویروس ته ککړتیا تر ټولو مهمه سرچینه ده. خو پر دې هم باید پوه شو چې د دې ناروغۍ لېږدونکي پرته له دې چې دا ناروغۍ نښې نښانې پکې ولیدل شي، د ککړتیا مهمه سرچینه بلل کیږي. د ناروغۍ د لېږد لارې دا ویروس له یو انسان نه بل انسان ته لېږدول کیږي. د لېږد لومړۍ لار یې د خولې او پوزې له لارې د مایاتو وتل یا افرازول او همدارنګه د لاس او یا وجود برخو تماس دی. د هوا له لارې یې لېږدول هم شونی دي. په کومو سیمو کې د دې ویروس د لېږد شونتیا ډیره ده؟ تر ټولو لومړی دا ویروس په هغو سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي په اسانۍ لېږدول کیږي. هغه د پاخه عمر انسانان چې پر نورو سختو تنفسي او نورو ناروغیو اخته وي د دې ویروس لومړی ښکار دی. همدارنګه کوچنیان او نوي زیږیدلي ماشومان هم د دې ناروغۍ ګواښ سره مخ دي. د ناروغۍ د راڅرګندېدو مهال دا ناروغۍ له یو څخه تر څوارلسو ورځو او یا هم له درې څخه تر اوو ورځو پورې راڅرګندېږي. د ناروغۍ نښې دا ناروغۍ په لومړي سر کې له سختې تبې او وچ ټوخۍ سره راښکاره کیږي. پر دې ناروغۍ اخته ډېر لږ ناروغان له پوزې نه د اوبو بهېدو، پوزې بندېدو او دغه راز د لمنې ناروغۍ یعنې اسهال نښې لري. په ځینو ناروغانو کې بیا یوازې نری تبه او د هډوکو نری درد موجود وي. هغه ناروغان چې دا ناروغي پکې پرمختګ کوي د یوې اونۍ په تېرېدو سره له تنفسي ستونزو سره مخ کیږي. درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې اغېزناک درمل د جوړېدو په حال کې دي، خو تر اوسه د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډول درمل نه دي موندل شوي. بریتانیا د خپل لومړني درملو ازمویل پیل کړي. چین بیا ویلی چې د دسمبر تر اخره یې واکسین جوړوي، یعنی 15 میاشتې وروسته. په یاد مو وي چې د کرونا سره پر خواله رسنۍ جعلي سپارښتنې هم ډېرې شوي. نو د ورځې په لړ کې د یوه باوري سرچینې خبرونه وڅارئ. تر دې مهاله د روغتیا نړیوال سازمان په صابون باندې د دیرشو ثانیو لپاره د لاسونو پرېمینځل، یو میټر خپل منځي واټن او په کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه کوي. باز هم خوش آمدید. شما بیننده برنامه سفره رمضان از تلویزیون هلال هستید. من عبیدالله موحد هستم و تا یک ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان و در خدمت مهمان خیلی عزیزمون در این برنامه خواهیم بود. مهمانمون جناب حمیدالله امیری مدیر مسئول شبکه جهانی تلویزیون هلال است. ای که طی این مدتی که بنای تلویزیون گذاشته شده بود و تا این دم که شما همین اکنون میبینید نشرات زنده از تلویزیون هلال، چه فراز و فرودهایی را تجربه کردن، چه مشکلاتی را دیدن، چه تدابیر گرفتن، چه بیخوابی و چه زحماتی، اینا را همیشه از جناب امیری صاحب در جریان برنامه میپرسیم. همراهی شما را هم خواهان هستیم. جناب امیری صاحب خیلی خوش آمدین.
و خسته نباشین و تشکر که تشریف آوردین به برنامه سفره رمضان. تشکر، سلامت باشی. هر سلام و ادب خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون هلال تقدیم میکنم. خدا کنه که روز رمضان با خوبی و خوشی سپری کرده باشن. سلامت باشین بیننده عزیز. گفتنی است که یکی از کسایی که همیشه باعث انرژی مثبت همه همکارا هم در تلویزیون هلال و هم در رادیو صدای اصلاح بوده جناب امیری صاحب هستند و همیشه تلاش بیوقفه انجام دادن و خواب و بیداری ندیدن و در جریان قرنطینه هم یک روزم به خانه ننشستن. امیری صاحب، آسان است ایجاد یک تلویزیون یا سخت است؟ کار رسانه خو ما خود هنوز رسانه را ایجاد نکردیم، ولی در موقفی که در یک رسانه آدم می باشه، خصوصا مسئولیت می داشته باشیم، واقعا کار آسانی نیست و خصوص رسانه که نو تاسیس می باشه مشکلات بسیار زیادی می داشته باشه و از طرف مردم توقع زیاد می داشته باشن. از یک رسانه نو تاسیس توقعات بسیار زیاد است، امکانات بسیار کم و مشکلات بسیار زیاد می باشه که با او مواجه میشیم، ولی الحمدلله که خوب است، پیش میریم و توانستیم که تا جای پیش بریم و با همکاری شما دوستا و با همکاری دوستانی که ما در این بخش همکاری میکنن، واقعا که جای خوشی است که فعلا ما در رسانه ششتیم، فعلا از طریق رسانه ما با هم گپ میزنیم که زحمات زیادی یک تیم کاری کشیده است و که در یک کنار از تیم ما هم بودیم. بله، امیری صاحب، وقتی آدم پای تلویزیون میشینه، البته اگر قصه خدا بکنم، وقتی ما توقع داریم که خیلی برنامه های مختلف و زیبا باشه، بله، ولی در صحنه عمل وقتی که میبینیم که کاملا فرق میکنه، چقدر سخت است؟ این سختی را اگر میشه کمی باز بکنین که بله. چی نیاز هست؟ موانعی که شما یاد کردین چی هست؟ کار رسانه، دوستایی که در رسانه بودین و کار کردین میدونن که رسانه چقدر کار سخت است. شاید وقتی که آدم ریموت تلویزیون در دست میگیره، چندین تلویزیون از یک چینل به دیگه چینل میره، فکر میکنه نظر عادی بر نظر آدم میخوره، ولی مثل ریموت گرفتن کار تلویزیون رقم نیست، بسیار سخت است. اگر ما میخوایم یک برنامه را آماده بسازیم، قبلا باید راجع به برنامه فکر کنیم. هدف از این برنامه چی است؟ این برنامه ما را به کجا میرسونه؟ فیدبکی که ما از مردم میگیریم یا همو ایچ باید چی باشه و مطابق او پلانی که می داشته باشی او طرح و برنامه را ایجاد میکنی، او را با امو تیمی که داریم او را شریک میسازیم و در او برنامه بعض قضایی بعض چیزا زیاد میشه، بعض چیزا کم میشه و بعد از او میره در بخش تکنیک و در بخش تکنیک هم مشکلات خود داره یا ضرورت داره که باید یک تیم امو تکنیک مکمل ما داشته باشیم، تیم که تمام از کمره گرفته تا بخش تکنیک همش در بر میگیره که یا باشن تا ما یک برنامه خوب داشته باشیم. و مراحل تهیه برنامه واقعا که کار دشواری است. اگر باز اگر یک تیمی می باشد که مکمل می باشد، باز میتونیم که آسان باشه، ولی اگر رسانه‌ای که نو تشکیل میشه، تعداد افراد در او محدود می باشه و کار بسیار زیاد می باشه، او سخت است. حتی ما یادم نمیره که ما تلویزیون که نو ایجاد کردیم، طرح گرفتیم که ما در چند ساعت نشرات ما داشته باشیم. ما حداقل در یک رسانه 27 یا 30 نفر که ما 3 ساعت نشرات داشته باشیم. بله، 3 ساعت نشرات. 3 ساعت نشرات حداقلش هم میگم. و که کارمند که در بخش تهیه برنامه ها داشته باشیم. ولی ما نمیخوایم که تعداد افراد ما رو بگیم چقدر است، ولی با اندکترین تعداد افراد، چون وقت قرنطینه هم است که مشکلات بسیار زیاد آورده، ما کوشش کنیم که برنامه های زیاد داشته باشیم و کتاب تانیم قناعت دوستان را حاصل کنیم. یعنی با تعداد همکاران کم برنامه های زیاد. بله، و طبیعی است که یک فرد باید چند کار انجام بده. بله، شما هم خودتون در رأس هستید. بله، در رسانه که کار میکنن، واقعا اگر ما کار تخصصی بگیم، هر کس امو بخش خود پیش میبره و دیگر به دیگر بخش نیاز نداره، ولی ما در هیچ یک میبینیم بعض دوستا هستن کم کمره پیش میبرن و امهدت میکنن و بعض وقت در تکنیک هم میشینن و حتی بعض وقت بعض برنامه ها هم پیش میبرن. شاید اگر بعض دوستا
صدای ما را بشنون یا ببینن کسایی که هم مسلکان ما هستند بگوین یا چی میکنن یا ولی ناگزیری وقتی بعضی وقت که ناگزیر میشادم با گزینه‌های مختلف استفاده کنه. هم مدیریت هم امور میگن که از وسایل کم به خاطر بهتر شدن و بهتر کار کردن باید کنیم تا بتونیم از وسایل کمی که در دست داریم بهترین کار انجام بدیم و که ما الحمدلله تونستیم تا جای پیش بریم و تا اندازه تونستیم قناعت دوستان را حاصل کنیم، ولی هنوزم او چیزی که در پلان داریم و او چیزی که در هدف داریم تا هنوز راههای دور و درازی به او داریم که به او رسیم. بله امیر صاحب، این صحبت هایی که شما میکنین برای ما و برای بیننده امید میده که بله. ما شاءالله کسانی هستن که با عزم متین در و در محدودیت امکانات و تلاش های خستگی ناپذیر تلاش میکنن تا همین هدف بزرگ تحقق پیدا بکنن. خیلی ممنون از شما. چی گفتنی دارین فعلا؟ یعنی برای بیننده چی میگین؟ چون صبر بیننده هم خیلی طولانی شده بود و توقعشان هم بالا از هر باره که برنامه ما تمام بشه دوستان ما پیام میگذارن و گفتنی های خدا را شریک میکنن. شما به عنوان مسئول این رسانه چی گفتنی دارین باشون؟ بله، یک قضیه را مواصل که شما یادآور شدی، ما باید یک سال پیش رسانه را آغاز میکردیم. حتی در رمضان سال گذشته ما همو وعدایی کرده بودیم که بتانیم نشرات داشته باشیم، ولی نظر مشکلاتی که آمد، هم مشکلات مالی و هم مشکلات تکنیکی که ما داریم، باور کنید یک وسایل کوچکی که ما در تلویزیون کسی که وارد میکنه و وسایلی که ما تا تکنیک ضرورت داریم در افغانستان پیدا نمیشه. ناگزیر میباشی که باید از کشورهای بیرون بری و بدست بیاری، با آوردن از او، انتقال دادن از او و بسیار وقت میگیره. من سر حکومت انتقاد نمی کنم، بعض وسایل در دولت که اگر 15 روز و یک ماه از یک کشور تا افغانستان میه، بعض وقت یک ماه بیرون کردن و از گمرکات افغانستان بسیار مشکل است. اینا واقعا که درد سر است که تو میایه و از او کار گرفته میشه، بسیار مشکلات است. و این قضیه است که دوستان که توقعی که دارن، بازم میگم ما کوشش میکنیم، ما حد نهایی کوشش میکنیم، ولی پس ما در این روزا در صفحه اجتماعی در خصوصا در فیسبوک برای ما پیام میدن و از من میخواین که شما این رقم برنامه داشته باشه و این رقم برنامه داشته باشید. و امروز یک متنی بود که ما با شما هم شریک ساختم، یکی از دوستا ما شریک کرده بود، تقریبا فراموش نمی کنم 20 اما مادوار که 20 مادر برای ما ذکر کرده بود که اول رسانه تا این رقم باشه، دومی رقم باشه، سومی رقم باشه، چهارمی رقم باشه. این هر کدام از او را که میدیدی، یک هر کدام از او بند از او یک عالم کار در پشتش داره، ولی با وسایل که ما در دسترس ما هست او قدر ما نمیتونیم کار کنیم یا توانیم، او قدر توقع هم باید نباشه از ما. ولی وقتی که بیایی ببینی که چند نفر کار میکنن، ما کارمندایی دارم، ما از تمامشان سپاسگزاری میکنم. روزها را میگیری که هفته هاست که خانه نرفتین، این هفته هاست که کار میکنن، حتی شب همین برنامه که ما در سفره رمضان بیرا تهیه میکنیم تا دو باری شب کارای ازی است که باز دوباره ما از طریق یوتیوب را در خدمت مردم قرار میدیم، چون کسایی که در خارج از افغانستان هستن و از توقع دارن از ما، و بعض دوستایم که در خارج هستن و کوشش میکنن که ما در کدام ستلایت نشرات داریم که از طریق همین ستلایت نشرات ما را بر اروپا ببرن. ما کوشش نهایی هم میکنیم که در اروپا هم نشرات داشته باشیم و چون تقاضا هست از ما. و دوستای که از یک تفاوتی که ما نسبت به دیگرا داریم یا همگرسانه ما نسبت به رسانه دیگر داره، کسایی که از ما دعوت میکنه خودشان کوشش میکنن که از این رو پرداخت کنن. بله. اما دوستی که از ما تقاضا میکنه، من نمیخوام که در جسمش بگیرم، او حاضر است که همون مصارفی که فیس بپردازه برای که نشرات پرداخته میشه، فیس سپلایت فیس بسیار گزافی است. کسایی که رسانه دارن و خصوصا در ستلایت نشرات دارن میفهمن که چقدر است و او حاضر است که پرداخت کنه. وقتی که مردم قدر علاقمندی مردم میبینیم، فقط در توجه مردم میبینیم، برای ما اعتماد به نفس ما را بیشتر میسازه و ما را مجبور میسازه که باید کوشش کنیم. و اگر ما شب روز هم کوشش میکنیم، از کار ما خسته نمیشیم، به این کار علاقه داریم، به این کار عشق داریم، به این کار باور داریم،
و می دانیم که کاری که ما می کنیم هم برای مردم ما، هم برای همو ارزش های ملی و میهنی ما و هم برای ارزش های دینی ما مفید است، مضر نیست. و وقتی که انسان خود بفهمه که ما در این کار ما می کنیم چقدر برای مردم و چقدر برای ملت هم فایده داره، باز خود دو خستگی احساس نمی کنه. بله. و همیشه کوش میکنه که تب تلاش کنه تا بهتر و بهتر کار کنه. بله. خیلی ممنون امیر صاحب. البته ما جا در اینجا سپاسگزاری کنیم از پیام های دوستایی که برای ما پیام میتن و دیدگاه ها و نظریاتشان رو با ما شریک میکنن. خوب است که اینجا شما هم تشریف دارین و از محدود بودن تعداد همکارا و همچنان امکانات هم یاد کردین، که اینکه به بعضی از خواسته های بیندای عزیزمون زودتر رسیدگی نمیتانیم این ناشی از کم توجهی ما نیست، بلکه از ناتوانی ما فعلا هست. ولی دوستایی که میفهمن و قسمی که شما گفتین در رسانه کار کردن میدانن که چقدر امکانات نیاز است، و اگر بیندای عزیزمون بدانن که ما فعلا چقدر امکانات داریم، بعد قضاوتشان در مورد ما بهتر میشه. به هر حال سپاسگزار هستیم از بیننده ها و دوستانی که در رسانه اجتماعی تبصره هایشان رو با ما شریک میکنن، همچنان دیده برا و منتظرشان هستیم. جناب امیرصاحب، میشه ابعاد برنامه ها را اینجا معرفی بکنین که تلویزیون هلال در کدام حوزه ها برنامه می داشته باشه؟ آیا واقعا تلویزیون هلال یک تلویزیون دینی هست یا اجتماعی هست یا سیاسی هست، فرهنگی هست؟ بله. یا مجموعه از این ابعاد داره در خود؟ از این فراموش نکنه بعض دوستان که برای ما تماس میگیره فکر میکنن که ما یک رسانه محض دینی هستیم و یا کوش در بود دین کار. ما تپ تلاش مبایمی از کسایی که در این کار امو سرمایه گذاری کردین، کسایی که مؤسسین ازی هستن، که شما هر کدام از او را جدا جدا شاید روزی در این برنامه تان مهمان کنی و باشان صحبت داشته باشی. هدف اساسی ماست که ما یک تلویزیون همشمول داشته باشیم، یک تلویزیون همگانی که هم تمام عمو طبقات در بر بگیره و تمام برنامه ها. ما میخواهیم که نه تنها برنامه دینی، ما برنامه های سیاسی، برنامه های فرهنگی، برنامه های اجتماعی، حتی برنامه های ورزشی، تمام او رو در نظر داشته باشیم و یک رسانه باشیم که هر کس خود احساس کنه در او، هر کس خود در او ببینه و هر کس نیازهای خود در او ببینه. یک رسانه باشیم که بر ارزش های ما، به کلتور ما، فرهنگ ما توجه کنه، او را غنامند بسازه، نه که بر ضد فرهنگ کار کنه. ما متاسفانه رسانه ها را میبینیم، اگر یک قضیه ببینیم چرا ما رسانه ایجاد کردیم، با وجودی که در کشور ما یک کشور فقیر است و با گفته ما کشور جهان سیم یا رو به توسعه بگن یا توسعه نیافته، هر آنچه که نمانش میمونند، ولی چی نیاز است که قدر رسانه باید باشه؟ و در پهلوی قدر رسانه باست ما بیاییم یک رسانه ایجاد کنیم. هر زمانی که نیاز احساس میشه، هر زمانی که در یک جای نیاز احساس میکنی، باز او گام میوارده. باور که من به حیث یک کسی که تخصصم در این بخش است، این هم مسلک من در این مسلکم است، که تو بعض دوستان فکر نکنن که بعض فکر میکنن که بعض رسانه هاست اما غیر مسلکی باشن. ما با وجودی که مسلک ماست احساس میکنیم و هدف میفهمیم که یک خبرنگار رسالتش چی از داری کشور، یک رسانه چی رسالت داره، به خاطر فرهنگ خود چی کرده است. چرا میبینی که همو تهاجم فرهنگی روز به روز مانند غولاسا از طریق رسانه های از طریق رسانه های خود ما و از طریق رسانه های بیرونی در کشور خانه خانه به خانه ما بمباردمان میشه؟ این بمباردمان میگیم به خاطری که بفهمن که چقدر عباده عمو منفی داره. ولی این قضیه رو در نظر میگیریم که رسانه ها در افغانستان کار خوبی هم کردین، اون رو نمیتونیم که در نظر نادیده بگیریم. به خاطر آگاهی دهی کار کردین، به خاطر خبر رسانی تپ تلاش کردین، یک پل ارتباطی در بین ملت و دولت خوب شدین، تونستین که کارا را کنن. ولی نواقصی هم دارن، مشکلات هم دارن. خود مشکلاتی هم برمیگرده به خود رسانه و هم برمیگرده به کسایی که در رأس از این رسانه هستن. بعض وقت رسالت شاید فراموش میکنه. نباید انسان رسالتمند باشه در هر بخش، نباید خود بر کسایی که توقع دارن از ما به خاطری که برای ما بودجه بدن، به خاطری برای ما فن بدن، گفتیم و قول خودشان باز ما به هر کاری که ما برای ما بگن ما رسانه ما رو داشته باشیم. ما ببینیم سریال هایی که در
سریالی که در تلویزیون ها نشر میشه، در تمام تلویزیون ها نمیگم، در بعض رسانه هایی که در افغانستان نشر میشه، وقتی که انسان که خانوادیش میباشه بار که میشرمه و ایسی یک جوان هم میشرم که با اون سریال ببینیم که چی هست، او با فرهنگ ما سازگار نیست. چرا نمیتونیم فرهنگ خود ما را در یک قالب سریال باستاب بدیم؟ رسانه در دست ما باشه، ما همو ممثلین خوب داریم در افغانستان و میبینی که چقدر داده فریاد میزنن از بی‌توجهی و از بیکاری که توجه برشان نمیشه. ولی اگر ما توجه کنیم، اگر رسانه ها توجه کنیم، وقت گام اول این رسانه است که باید رسانه کارش شروع کنه و رسانه رسالتمند در این کار دیگرها هم در کنار خود داشته باشه. بله که ما کوشش میکنیم، ولی این کار آسان نیست. بازم میگم این کار نیست که ما برای یک شب بگوییم تغییر میاریم فردا تغییر میاریم. نه ما کمپاین انتخاباتی میکنیم که شعار بدیم ولی عمل نداشته باشه. ما کوشش میکنیم کاری کنیم که همیشه او عملا برای مردم ثابت بسازه که ما چی میکنیم. این عملا ما ثابت بسازیم که ما چی میکنیم. ما میتونیم پیش از اینکه رسانه موجود شود چندین برنامه ها بگیریم، اگر از طریق رسانه میشه تا طریق سوشال میدیا میشه که برای مردم توضیح بدیم ما چی کار میکردیم. بله امیر صاحب، ما و جمع همکارا شاهد ازی هستیم که وقتی اعلان قرنطینه شد، آغاز نشرات آزمایشی ما شروع شد و شما هم همه روزه به دفتر رفت آمد میکردین. خب طبیعی است که در این رفت آمد و در تنظیم برنامه ها مشکلاتی هم بوده. چی وقت احساس خستگی کردین که خب حوصله نیست دیگه و کنار رفت؟ انسان و یا خصوصا زمان آدم احساس خستگی میکنه که به خاطر یک کار آمادگی میگیره و خصوص به در وقت برنامه، به خاطر تهیه یک برنامه، ما شما در یک برنامه هستیم آمادگی میگیریم و در دقیقه 90 برنامه ما نمیمو انجام میده، تمام همو کارهاش پیش میره ولی در دقیقه 90 او برنامه اجرا نمیشه. این اینقدر خسته میساز آدم، همین تمام خستگیایی که در طول روز است او دو برابر بالای سر آدم میشه. اگر یک اگر کوشش زیاد میکنی که برنامه اجرا میشه، تمام خستگی رو انسان رفع میشه. اصلا درک نمیکنی خستگی رو. خستگی چی رقنی که من خسته بودم چی نبودم. او علاقه مندی رو دگام زیاد میکنه. من اولین برنامه که در اجرا شد، برنامه لایف، بعض دوستا شاید اینه پیش روی صحنه کسی که در تصویر ما بینیم و پشت صحنه کس با هم تفاوت داره. من بعض وقت میگم هی کاش ما بگیرم یک کامره رو بگیرم خودم بالای هر کارمندم برم که ببینیم در پشت صحنه چه رقمی کار میکنن، پشت صحنه چه رقمی زحمت میکشن و چقدر تب و تلاش میکنن. ما یک سفره که در اینجا داریم، حتی بعض وقت اعتراضات بالای از اون میشه برای آدرس مختلف، ولی ما چی میگیم؟ در نمیفهم که چه رقم آدم بگه. در ما در کشوری هستیم، اگر خوب بودی میگن چرا خوب هستی، اگر خدا نخواسته بد باشی میگه چرا بد هستی. اما قول عامیانه است میگن نه، بعضی ها هست که سیر دیده میتونن، سیر میگه گشنه را سیر کردن میتونن و گشنه را نان دادن میگن سیر دیده میتونن. ما همین رقم در من نمیگم که تمام مردم، بعضی ها هستن و همین کسایی که هستن و او با خوب تخریب میکنن. بعض وقت کار میکنی، زحمت میکشی، بسیار زحمت میکشی، یک بار کسی همونه میگه که بسیار کار شد، یک خیربین نداری نه؟ وقتی که کمک اشتباه میشه باز میبینی که انتقادات از چند طرف برات پیش میشه. یعنی تمام او زحماتی که تو کشیده بود او رو نادیده میگیرن. واقعا این خسته کننده میباشه برادر، بسیار آدم خسته میشه. ولی یک کار من میگم، ما کاری که میکنیم به خاطر خدا میکنیم، به خاطر هدف ما میکنیم، هدفمند کار میکنیم و به خاطر ملت ما کار میکنیم. و اگر مشکل هم که برام روبرو میشه یا پیش میشه، از او احساس درد نمی کنیم. بله هرچی که دردش برای ما میایه، برای ما درد میده، ولی کوشش میکنیم که از او قوی تر باشیم، از او بیشتر این بزرگتر خود نشان بدیم. بله خیلی ممنون جناب امیر صاحب. ادامه صحبت های شما را البته داریم و پیش از او میریم گزارش از توزیع کمک های احساس با هم یک جا مشاهده میکنیم، دوباره برمیگردیم. سلام، په کورنۍ سخت ورځو کې د قرنټین په سختو شیبو کې حالات چې شاید ټول بند دی، ګرځندیز لګېدلی دی،
په ځنګړي ډول په کابل کې چې ډېر سخت وضعیت د کرونا خطر باندې، نو احساس خیریه بنسټ یو ځل بیا غواړي د یو بلې کورنۍ سره د یو بلې کورنۍ حال واخلي چې هغوی هیڅ هم نه لري، د خوړو لپاره هڅه شی نه لري. امید را سره دی، امید جان په خپله د لاس شان خرڅوي دغه په ښار کې، او پلار یې د لوبو شان د ماشومانو لپاره خرڅوله، اوس دواړه پر کور باندې دي. نو هغه څوک چې د ورځې کار کوي سل دوه سوه افغانۍ ټولولې تر څو وکولی شي د ماښام ډوډۍ پیدا کړي، تر څو وکولی شي اته نفره په هغه دوه سوه افغانۍ باندې ماړه کړي، هغه هم اوس په کور باندې ناست دي. نو په داسې حالاتو کې به دوی څه کوي؟ نو خیریه احساس خیریه بنسټ په دې برخه کې د نورو خلکو حال په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو حال هر کله اخلي. امید جان سلام، خوش آمدی. امروز خب نهاد خیر احساس پر شما کمک میکنه. شما قبل از اینکه به حالت مواجه شوین در حالت قرنطینه چی کار میکردین؟ چی گونه پول به دست میآورد؟ ما در این بشار بازار برفاک میفروختیم، روز به 300 پیدا میکردیم، امور یگان روز آرت میخریدیم میبردیم خانه، خمیر میکردیم با نان میفروختیم. فقط امور چیزی که به روز میآوردین امور را میخوردیم؟ بله. ای که خانه جایی که زندگی میکنین کرایه است؟ بله. چند پول میتونید بشه؟ مای 5000. این 5000 چطور جور میکنین؟ ما و پدرم باز کار میکردیم، یکبان روز جمع میکردیم باز کرای خانه را میدادیم. ولی تقریبا در کابل 28 روز 29 روز میشه که قرنطین است به طور کامل. شما امی یک ماهی که مکمل شده پول از کجا کردیم برشون دادیم؟ بوجا یکبان روز میرفتیم دیگه کار میکردیم، صاحب خانه هم گفت امور قرنطینیست ها نصف شه باز بودیم، باز می رفتیم کار میکنیم نصف شه می دادیم. مال پدرم در خانه بیکار هستیم. خودتون بیکار؟ بله. مادر کسی هم کار میکنه؟ نه خیر نه، ما و پدرم کار میکنیم بس حالا. خب باز چیزی که اینجا جالب هستی هست که شما کار میکردین روزانه 3 تا 4 ساعت، بله. امورا میخوردین، ام برشان کرایه میدادین، این پول جور میشد یعنی مکمل میشد؟ کمش میشد، باز کمش میمون، باز دیگه ما یکان تا وجود دکاندار را میشناختم و باز یک چیز قرض میداد تو را با هست هست تا کم کم میدادیم. ولی نان برای خوردن شب داریم؟ قنه داریم دیگه، داریم نان خشک است، چای است، چای نان میخوریم، قو میشیم بس حالا. مادر تون در چه حالت است؟ مادر روم دیگه پایدار دست دم خانه قرار خواه. دکتر از دکتر هیچ خبری نیست؟ دکتر نه، یک دفعه این سرمیاج بر نمیشه، یک دوا داد بس حالا، دوای پایدردی دیگه چیز ندار. آلم شاید به عذاب باشه؟ شاید، آه دیگه. برای تغییر حالت دیگه چیزی نمیشه کرد؟ نه خیر دیگه، خدای کرونا رو دیگه به خیر از کشور ما ببره که باز دیگه کار را یک ذره سرشو بازم میبره میشه و خیر مادرم فیداتر. کسانی که در این ماه مبارک رمضان پول دارن، یعنی نان برای خوردن دارن، و کسانی که مثل شما حتی نان برای خوردن ندارن، از آن چی تقاضا دارین؟ چی برشان میگین؟ ما از پولدارای تقاضا داریم که به مردم غریب در این ماه مبارک رمضان کمک کنه دیگه که بفتاریشان یک چیز شود. ولی احساس برای شما یک کم چیزا با شما در نظر گرفته، اونا رو میخواه برای شما بده. دیگه نهادا امره شما کمک کرده؟ دیگه نهادا دیگه تا بال کس کمک نکده، تشکر میکنیم از این نهاد خیلی احساس که با ما کمک میکنیم. خودتون درس خونده؟ بله، تا سنف نو میخوانم، بعد از چاشت میرم مکتب دیگه، تا نصف چاشت کار میکنم، بعد از اون میرم کار دیگر که پس میایم باز میرم کار. به جایی که درس بخونی کار میکنی؟ بله. واقعا سخت است در این قسم شرایط زندگی کردن. بسیار سخت است. ما از این پیسدارا خواهی داریم که به این مردم غریب بیچاره کمک کنن. امیدوارتون کسی پیدا شد که برای شما کمک کنه از طریق احساس و به چیزی که ما در نظر گرفتیم، طریق بنیاد خیلی احساس در نظر گرفته و برای شما داده میشه، و شاید یک هفته دو هفته یا نهایتش یک ماهی برای شما بس کنه
مواد غذایی. بعد از او چی کار میکنیم؟ بعد از او میریم دیگه دم روی بازار اگه کسکرامون کار میکنیم نبان دیگه باز یک چاره خواد کردیم دیگه از یک خواد پرس کردیم اگه قرض دار خود را هایت کرنتی نخب شاید برای شما نخواد قرض هم بتا دیگه کسی هم تو میمانیم نمو تو میمانیم دیگه نان خشک اگه پیدا شد باز میخوریم. امیدوارم که از طریق احساس شما کمک هایتان بفرستین او را از طریق هم میشه برشان پول ارسال بکنین و مثل این خانواده ها برشان کمک بکنین. این بود برنامه امروز در رمضان که با یک از فامیلای غم دیده این چی نمیشه احساسشان حال برازنده کرد. واقعا سخت است در شرایط قرنطینه، در شرایطی که افغانستان خودشان هم دولت افغانستان هم شاید نتونه که با یک قسم خانواده کمک بکنه، یک خانواده نیست، دو خانواده نیست. بخاطر همین هم لازم است که ما و شما متحد شویم و از هر راهی که میشه این گونه خانواده را کمک بکنه. برمیگردیم به استودیو. دوباره شما عزیزان را خوش آمدید میگم به برنامه سفره رمضان. امروز میزبان مهمانی هستیم که میزبانی تمامی برنامه ها با دیشان است، یعنی این برنامه سفره رمضان را طرح کردن تا مهمانان عزیزی را در این برنامه دعوت بکنیم و ما هم امروز از خودشان خواستیم تا مهمان خودشان شوند، یعنی مهمان برنامه سفره رمضان. جناب حمیدالله امیری مدیر مسئول شبکه جهانی تلویزیون هلال است و با امیری صاحب در مورد تلاش هایشان برای به وجود آمدن تلویزیون هلال و تا اینجا رسیدن تلویزیون هلال بحث های کردیم. حال میپرسیم که چه چیزی امید میته برشان وقتی که در عین خستگی جناب امیری صاحب یک صحنه را میبینین که باز خستگیتان رفع میشه و باز عزمتان بیشتر جذب میشه برای پیشرفت و تلاش. بهتر یا خوبتر ای است که بگویم هر وقتی که کار میکنیم یا تبا تلاش میکنیم او کار ما نتیجه میده و دوستان از او استقبال میکنن و او اخبار کس که انسان شادی میده و انسان رو احساس راحت میکنه و بسیار خوش میشیم که برنامه یا کاری کردیم که مورد توجه دیگران قرار گرفت. بله امیر صاحب، وقتی که ما شما رو معرفی کردیم در برنامه به عنوان مدیر مسئول تلویزیون هلال و چهرهتان کمی جدی معلوم میشه، بیننده تو برداشت خواد کردن که چقدر ما از شما میترسیم و ای که وقتی شما تشریف میارین دیگه دست از پا گم میکنیم، واقع همی هست یا ما کوشش کردیم؟ ما در اینجا بخش مدیریت یا اداره کس یک مسئولیت است که برای آدم داده میشه، ولی ما کوش میکنم که صمیمانه با دوستان باشم. من پیش از مدیریت دوستانه رفتار میکنم با دوستان، چون شاید مدیر بتانه که در وقت رسمیات سر یک کارمندش خوب صحیح کار کنه ولی غیر رسمیات کار کردن نمیتونه، و مدیر میتونه که در وقت کارش که وظیفی یک کارمند چه کاری که است او را از پیش بخواه، بدون از او دیگه نمیتونه که در بخشای دیگه از کار بگیره، ولی یک دوست این کارا را کرده میتونه. وقتی که فضای دوستانه شد کمی باز میشه، یعنی با شما با می دوستیتون در جان هم کارا زدن دیگه. از جمله بعضی دوستایی هستن گفتم که دو هفته میشه سه هفته میشه که خانه نرفتین و فرزند دارن در خانه، پدر است، پدر دارن، مادر دارن، منتظرشان است، ولی من کوشش میکنم با ایشون طوری باشم که اینا اون چه اگر میباشن یا خسته میباشن پس دوباره راحت باشن، با ما احساس راحتی کنن. و همه میشه شعار ما بی است اگر من قبل از جایی که در جای برم مقرر شوم با او و تیم مشورت میکنم، میگم مگر مرا میپذیرید؟ من در اینجا هستم، اگر بین خودم نمیپذیرید من از این کار استعفا میکنم میرم. ولی من کوشش میکنم که با دوستایم یا با مو همکارایم صمیمانه باشم، نه کار یک مدیر یک، ولی بعض وقت
شاید بعضی های شکایت هم کنن ولی ناگزیر میشن که بعض وقت عکس‌العمل‌های داشته باشیم. بله خیلی ممنون امیر صاحب. انتظار ما به پایان رسیده و فرصت افطار فرا رسیده، میریم آذان رو میشنویم و امیدوارستم همه شما عزیزان در حق ما و در حق تمام مسلمان ها و در تمام بشریت دعا بکنید تا تمام مشکلات حل شود و از شر کرونا نجات پیدا بکنید. آمین. باز هم خوش آمدید، امیدوارستم که افطار کرده باشید و نوش جانتان، همچنان ما را هم از دعا فراموش نکرده باشید. دوباره شما عزیزان را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه سفره رمضان. جناب امیر صاحب، امروز خب مهمان خودتان هستین، از مسلک و تحصیل یاد کردین، میشه بگین که مکتب کجا خواندین و تحصیلاتتان تا کجا رسیده؟ موسم دوران مکتب ما تا دوران متوسطه تا تقریبا تا صف ده بودم در پرورشگاه خوانیم، در دارالعتام. دارالعتام پرورشگاه بودیم، بعد از او در مکتب غلام حیدرخان دوره لیسه را، بعد از او دانشگاه کابل پانزده ژورنالیسم از او فارغ هستم و همچنان ماستری که رساله ماند است در روابط بین الملل است از یکی از دانشگاه خصوصی گرفته. بله ماشاءالله مبارک باشه و واقعا قابل قدر و قابل تقدیر است که هم پرورشگاه و معمولا خیلی از کسایی که میبینیم که هم دلسوز وطن هستن و هم تلاش میکنن و هم زحمتکش هستن و هم ماشاءالله با مدارج بلند رسیدن، کسانی هستن که دوره یتیمی رو تجربه کردن، یعنی در آوان طفولیت پدر از دست دادن و ای به این معنا است که کسانی که پدر یا مادر یا هر دو را از دست میدن نگران نباشن و بلکه قوی و با امید تلاش بکنن تا به اهداف بلند خود برسن. امیر صاحب از سختی های این دوره حکایت بکنین و ای که شما رفته رفته و تانستین کامیاب شوین بر مشکلات. وقتی که من میشه که از طرف خانه طرف دفتر میایم، بسیار بیرون موتر است، موتر که بیرون میبینم امو زیاد اطفال میبینم، زیاد توجه به اطفال است. وقتی کارم میبینم امو زمان خودم یادم میاد که چه رقم بوده. پس ما دو برادر دیگه من بزرگتر هستن، او زحمت زیاد کشیدین، نسبت بر ما زحمت زیاد کشیدین. اینا ما کسایی هستیم که از امو دست فروشی سر سرک شروع کردیم که تا ما خو نرفتادم، ولی ما خورد بودم برادرایم پشت دکانا رو پاشی میکنن از او پیسه میگرفتن، بعد از او همو بعضی سکروت و بیسکیت یکم چیز در پتنوس که میگرم میفروشد و کشمش ها در پشت مکتب. این کار زندگی ما را زیاد آغاز کردیم، چیزی که عملا امروزه بلی. هم شما را زیاده از هموطنهای ما مصروف و مشغولش هست. ولی فضل خدا که امو مدیریت فامیل ما را مادرم به دست داشته که مادرم تانست است که اولادش مرا خود در مورد خود گفتن میتونه، ولی دیگر برادرای ما هم شیرین ما را خوب تربیه کنه و یک مدیر خوب در فامیل ما بوده است. فعلا فکر میکنی که خودت دوست داره مادرت یا برادرها و همشیره دارم؟ خب ما میگه در خانواده اون طفلی که امو پسری که بسیار خرد باشه و اولادی که خرد باشه او رو بسیار دوست میداشته باشه. ما فکر میکنید ما رو بسیار دوست دارن. ما ولی برادرهای دیگه مام. شما چطور خودت؟ ما بعض وقت که از دوستان من رو مذاق میکنه باش میگه بچه مادر بچه ننه میگه ما با مادرم راحت میباشم و این بزرگترین امید ما در دنیا اول خدا و دوم مادرم است و بسیار دوست دارم. برابر هیچ کسی یا هیچ چیزی برابر با مادرم مثل مادرم برای مرزش نداره و همیشه کوشش میکنم که در کنارش باشم، چرا که بسیار زحمت کشه. سرت خشمگین میشه چی؟ ولی دوقدر امو امرای ما خفه نمی باشه، ولی ما کوشش میکنم که
هنوزم هرچی میگه باشد اولاد برای مادرش مثل همو طفل است، یا مثل هرچی قید بزرگ باشه، هرچی قدری که سنش بزرگتر شده باشه، ولی ما مادر بازم مادرم است هرچی باشه. بعضی وقت بسیار مشکلات میشه، بسیار مشکل که میداشته باشم، بسیار که جگرخون میشم پیش مادرم میرم. نه در همین بزرگی هم که سرم در سر زانوش میمونم، خواب میکنم آرام میشم، راحت میشم. این بزرگترین آغوش نه تنها برای برابر با یک دانه طفل، بلکه برای یک انسان آغوش مادر است. و همین وطن هم کس مثل مادر واری است، باید به خاطر این کشور ما بسیار زحمت بکشیم. اگر انسان هدف داشته باشه، حزم راسخ داشته باشه، باور کن میتونه در هر جای خود برسانه، هیچ وقتی ناامید نباشه. من بعض دوستا که میان میپرسن، ما یک جا که میریم و دست فروش هست برای ما چیز میفروشن، ساجق یک برای ما پرسان شما میکنم، یا در بین موتر بالایش میکنم از یک منطقه تا دیگه منطقه میبرم، چون پرسان میکنم چی میگه درس میخونی؟ میگه آ درس میخونم. او میگه مگه مکتب چی به درد میخوره؟ باز من برش میگم نه نگو تو مکتب چی به درد میخوره. امروز تو کسی هستی که نهالی هستی که سبا به ثمر میرسی، و ثمرت این کشور باید از استفاده کنه، باید تو رقم باشی. با کسایی که براحتی همو زندگی راحت داشتید باور کن بر جایی نمیرسید. اگر ما من خود چیزی فکر نمی کنم، ولی دیگرها را میگم، هر کسی که بوده است از خانواده در سختترین شرایط زندگی کرده است که با بالاخره در یک جایی رسیده است. پس زندگی سخت، زندگی با مشقت انسان را میسازه. خشتی که ما میبینیم که در دیوار قدر سرش بلند میشه، این در زیر همو کوری که آتش خورده است، وازو خشت پخته ساخته است. اگر این کوری آتش نترش، مثل همو خشت خام است که با یک لحظه عادی است از بین میره. یعنی باید آب دیده و کوره دیده شد انسان، بله، تا به پختگی و به موفقیت برسه. بله، باید این تجربه کنه آدم، ولی هدفی که داره، برنامه‌ای که داره، از او خود در زندگی با هدف باشه، در زندگی با امید زندگی کنه. یک پهلوی دیگری این قضیه رو همینجا برجسته بکنین که دید بیرونی را نسبت به ایتام و کسانی که فقیر هستن چگونه است و چی مسئولیت داره مردم؟ البته اگر کوتاه بیان بکنی، چون وقت ما اندک است، وقت خیلی اندک است. مشکلات بسیار زیاد است. ما در وقت قرنطینه هستیم، این فقر به اوج خود رسیده است، و خصوص کسایی که سرپرست ندارن، پدرانشون شهید شده است، خانوادهشون از دست دادن، سرپرست فامیل ندارن. این دست هر دگر در کنار ما، در همسایگی ما هستن، ما از او یاری با او به یاری از او برسیم. کوش کنیم اگر یک لقمه نانی داریم را نصف کنیم. این اگر در دسترخوان ما گیر چیزی باشه، اگر یک بولانی باشه، کوش کنیم که او را نصف کنیم و نصفش بر او شریک بسازیم، و هم دردی را هم یاری را فراموش نکنیم. و این انسان هم پخته می سازه، هم برای انسان، هم برای دنیای ما فایده داره، هم برای آخر. احساس انسان بودن بر خود در وجود خود زنده می سازه. خیلی ممنون جناب امیری صاحب، تشکر که وقت دادین و به برنامه سفره رمضان تشریف آوردین. بیننده عزیز، من یکی از مامورین امیری صاحب هستم و از افتخار میکنم. یک رفیق به تمام معنا است. برای شما و برای همه مسلمان ها و انسان ها سعادت میخوایم، و این بود سفره رمضان امروزی. تا روز دیگر و تا مهمان دیگر، الله نگهدارتون. تشکر.